روز جهانی فلسفه از سوی سازمان یونسکو سومین پنجشنبه از ماه نوامبر هر سال دانسته شده است اولین مراسم بزرگداشت روز جهانی فلسفه در تاریخ 21 نوامبر 2002 برگزار شد واژه فلسفه شکل عربی شده واژه یونانی فیلوسوفیا به معنای دانش دوستی می باشد که نخستین بار فیثاغورس این واژه را به برد شش قرن پیش از میلاد مسیح فلسفه در یونان باستان ظهور کرد فلاسفه باستان با عوامل اقلانی و منطقی به تبیین مسائل اساسی جهان هستی می پرداختند. هدف از نامگذاری روز جهانی فلسفه بر جسته کردن نقش فلسفه در توسعه اندیشه بشری و توجه به نقش مهم فلسفه برای ایجاد رفاه، ترویج صلح و آگاهی عمومی است. بزرگ داشت از روز جهانی فلسفه با توجه به نقش فلسفه در گسترش فرهنگ تحمل پذیری، مدارا زیست اقلانی و زندگی مطلوب از اهمیت خاصی برخوردار است به باور فلاسفه علم فلسفه انسان را به اندیشیدن مستقل و بدون تعصب تفاهم متقابل و صلحپذیری فرا میخواند از دیدگاه سقرات هدف اصلی فلسفه در وهله اول جامعه نیست بلکه پرورش روح فرد است افلاتون نیز غایت فلسفه را اعتدال آرامش و سلامت در زندگی بشر می‌داند. و معتقد است که با کسب دانش فلسفه انسان می تواند به حقیقت فضائل و سعادت برسد. نیچه هر فیلسوف را یک طبیب فرهنگی می داند که به شیوه و نوبه خود می کشد تا خوشبختی را در اصر خیش به ارمغان آورد. اما اسلام عزیز تنها دینی است که از اقلانیت و خردورزی دفاع کرده و مسیر را برای آن هموار ساخته است. قرآن می گوید بسم الله الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسانند تنها خردمندان متذکر می شوند و پن می پذیرند سوره زمر آیه نو البته آیات و روایاتی که انسانها را به تفکر و تعقل رهنمون می کند بسیار زیاد است که ما فقط به یک نمونه آن اشاره کردیم. بدون شک اهمیت ندادن به دانش فلسفه و توجه نکردن به اقلانیتی که اسلام آن را توصیه می کند از عوامل مهمی است که جامعه را به سوی سقوط و نابودی می از این رو تعامل عقل و عمل یا خرد و رفتار یگان راه نجات انسان از ورطه سقوط و ابزار مناسب برای خوشبختی و زندگی مطلوب است.